بله، این روزها شاهد جوانانی هستیم که به خاطر تغییر، به خاطر پیشرفت، به خاطر هدفهای بزرگی که داره همیشه در تلاش هستن و نام خدا کارها و فوق العاده تلاشهایشان ما شاهد هستیم. ما میزبان یک مهمان عزیز دیگر هستم، یکی از جوانایی که یک سازمانی دارد به نام تغییر و به خاطر تغییر جوانا و به خاطر تغییر مثبت همگی تلاش میکنه. میزبان استاد زکی هستیم، مربی موفقیت، و صحبتهایش را در برنامه خود داشتیم، پس ما را همراه باشین. سلام و صبحتان بخیر، خوش آمدین در برنامه، انشاءالله که از گزند روزگار در امان باشین. سلام و صبح بخیر خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز، خوشحال هستم که امروز در برنامه با شما هست. سلامت باشید جناب استاد زکی. در اول اگر صحبت کنیم روی که سازمان تغییر از چه مدت زمانی از سال فعالیت میکنه و واقعا تغییر را که روی جوانان آورده چه تغییری مثبت بوده؟ سازمان تغییر برای تغییر یک سازمان غیر انتفاعی و غیر سیاسی میباشه، متعلق به هیچ ارگانی نیست و سازمان تغییر برای تغییر تازه کار خود را آغاز کرده. قرار است که یک برنامه را به میزودیا برگزار کنه به نام شبیه سازی سازمان ملل متحد، که یک برنامه بین المللی است. ما تنها بالای افغانستان فوکس نداریم، بلکه بالای جهان فوکس داریم. ما در کل از نام خود سازمان پیداست که تغییر برای تغییر، هدف بزرگ ما این است که ما بتانیم از لحاظ روانی افراد را تغییر بدیم تا بتانیم اجتماع را تغییر بدیم. یعنی زمانی که افراد از لحاظ ذهنی آماده باشند، میتونن در اجتماع تغییر بزرگ به ایجاد کنند و اهداف ما بالای عظمی است. بسیار خوب، بسیار عالی. تغییر به معنای ازی است که ما از یک جایی که پایان هست به سمت بالای حرکت کنیم و یک مسیر خوب را در پیش بگیریم تا که راضی باشیم از زندگی که با یک تغییرات شروع میشه. قرار است چی تغییراتی را شما روی جوانان، روی افکار جوانان بیارین، روی شخصیت جوانان، تا که ما شاهد فعالیت های خوب و گسترده باشیم، شاهد یک تغییرات مثبت باشیم؟ ما قرار است که برنامه های را برای جوانان، برای نوجوانان، برای افراد دیگه جامعه داشته باشیم. ما گروهی از سخنان ها یک جای شویم و بتانیم در زندگیشان یک تغییر کوچک را ایجاد کنیم. قسمت گفتم ما بیشتر بالای تغییر روانی افراد تمرکز داریم و بتانیم افراد از لحاظ روانی تغییر بدیم. به مو شکل ما قرار است که برنامه های ماهوار داشته باشیم. حالا چون مشکلات کرونا است، مشکلات قرنطینه است، ما نمیتونیم برنامه‌های حضوری را برگزار کنیم. پس به مو شکل ما کوشش میکنیم برنامه‌های آنلاین از طریق اپلیکیشن‌های مختلف استفاده کنیم و برگزار کنیم. که ما برنامه‌های ماهانه داریم که تعداد از سخنران‌ها با هم یک جا میشن و آدینسی که در مقابلشان است کوشش میکنن برای مدتی که در مقابلشان است یک تغییر را در او ایجاد کنن، از لحاظ گفتاری، از لحاظ روانی، از لحاظ ذهنی. و قسمی که ما به شرق گفتم، ما قرار است که یک شبیه سازی سازمان ملل متحد را برگزار کنیم به سطح بین المللی. هر کشور جوانان در این برنامه با ما اشتراک میکنند و در این برنامه بیشتر توجه بالای ازی است که افرادی که در این برنامه اشتراک میکنند سخنانیشان خوبتر شود، دیپلماسی را آموزش بگیرند و افکار انتقادی را یاد بگیرند. ما کاملا شبیه سازی سازمان ملل متحد به شکلی است که کاملا کارهایی که در سازمان ملل متحد میشه، کارهایی که در بعضی از کمیته های سازمان ملل متحد میشه، مثلا WHO، FAO و یا هم ایکوساک است و غیره، ما تمامش همون شبیه سازیش هم میکنیم تا افرادی که با ما یک جای شدن و باعث نماینده یک کشور در اونجا حضور پیدا میکنن کاملا یاد بگیرن که چی کارهایی را یک نماینده یک کشور در سازمان ملل متحد ایجاد میکنه. یکی از کمیته های ملی هم داره به نام مشران جرگه. کمیته مشران جرگه کاملا افرادی که در مشران جرگه است کاملا ما شبیه سازیش انجام دادیم. افرادی که همراه ما هستن نماینده یکی از ولایت خود میشن و از ولایت خود در مقابل موضوعی که انتخاب شده در مورد بحث صورت میگیره و امروش در موردش بحث میکنن. بسیار خوب، بسیار عالی، کار بسیار نیک انجام میتن. اگر استاد زکی در موردی بگین که اعضای سازمانتان کیها هستن و چگونه عضویت باید بگیره داخلی سازمان تا که یکی از اعضا به شمار بیایه؟ ما اعضای داخلی و اعضای خارجی هم داریم در سازمان خود. برای فعلا یک تعداد محدود را
دوباره سازمان گرفتیم، چون قسم گفتم سازمان ما نو تأسیس است، اما به زودی انشالله ما از طریق فضای مجازی ما اپلیکیشن فرم عضویت را باز میکنیم. کسایی که علاقمند بودن و میخواستن وارد سازمان شوند میتونن وارد سازمان ما شوند. کسایی که وارد سازمان میشن ما برنامه خلالی را بر اونا در نظر گرفتیم. کسایی که وارد سازمان میشن به زودترین فرصت یک سخنان خوب میشن، به زودترین فرصت یک شخص میشن که بیشتر تاکیدشون بالای کتاب خواندن است، چون ما برنامه هایی داریم که هر عضو سازمان باید در دو هفته یک کتاب را خلاص کنه و بیشتر بالای از این تمرکز داریم که افراد کتاب خوان شوند، چون در افغانستان بیشتر افراد کتاب نمیخوانند و ما بیشتر تمرکز ما بالای کتاب است که اعضایش کتاب خوان باشد، شخص باشد که خودش از لحاظ فکری بتونه یک نقد و نظر در مورد یک موضوع داشته باشد. بسیار خوب، انشالله که تاثیرات خوبی را داشته باشه و با گفته شما همگی ما بتانیم که علاقمند به کتاب شویم، با کتاب دوست شویم و بیشتر مطالعه کنیم روی کتاب و کتاب خواندن. پیام شما به جوانا، صحبتتان بر جوانا چی هست که رو بیارن به تغییر در زندگی خودشان، در افکارشان و در مسیری که در حرکت هستن؟ فقط یک پیام دارم به جوانا، تغییر از امروز شروع کنیم. ما جوانای زیاد را داریم در افغانستان، هدف خود را دقیق نمیدانند. بیشتر کسایی هستند که از صنف 12 فارغ شدند اما دقیقا نمیدانند من علاقمند کدام رشته هستم. افراد را در جامعه داریم هدف زندگیش معلوم نیست. یک گفتنی برشون دارم، سر از امروز بیاین هدف خود را در زندگی کاملا مشخص بسازیم، به خاطر تغییر خود گام برداریم، کتاب بخونیم. کتاب بزرگترین تغییر دهنده ماست. کتاب را بخونیم و بعد از چند مدت تغییر در وجود خود ببینیم و از لحاظ ذهنی تغییر کنیم تا جامعه را تغییر بدیم. بدون شک. سلامت باشین، انشالله که موفق باشین و در انتظار کارهای فوق‌العاده شما هستیم با جوانای دیگر و شما هم انشالله موفق باشین.